پیام نوروزی و شعرخوانی سیمین بهبهانی، تأکید بر حس فمینیستی در موسیقی فلامینکو، و رابطه پول و خوشبختی از نگاه پژوهشگران. Happy in general is a feeling. سلام، من مهشید ندیری هستم و این اولین برنامه زن امروز در سال 1390. قبل از هر چیز اجازه بدید از طرف خودم و همکارام سال جدید رو به شما تبریک بگم. امیدوارم امسال سال سلامتی و شادی برای همه باشه. اما امشب و از این هفته یه قسمت جدید به برنامه اضافه کردیم، بررسی درستی یا نادرستی آمارها و اظهار نظرهایی که از طرف مسئولین در ارتباط با زنان در ایران منتشر میشه. معمولاً به مناسبت‌های مختلف از طرف مسئولان در ایران آمارهای ارائه میشه که به نظر برخی کارشناسان چندان مبتنی بر واقعیت‌ها نیستن و برخی حتی اطلاعاتی رو که مرکز آمار ایران اعلام میکنه مورد پرسش قرار میدن. بررسی آمارهای منتشر شده درباره طلاق، درصد دانشجویان دختر و پسر، سقط جنین و نرخ اشتغال زنان در ایران همراه با نگار محمدی. نگار، در مورد آمارها، یکی از آمارهایی که خیلی درباره‌اش صحبت میشه آمار طلاق هست و نگرانی از افزایش این آمار. اخیراً گفته شده که آمار طلاق، یعنی در روزهای پایانی سال 89 اعلام شد که نرخ طلاق نسبت به سال گذشته سال 88 8.8% رشد داشته. درسته. و در همین مورد مشخص سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که در 11 ماه سال 1389 124741 مورد طلاق به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8.8% افزایش داشته. حالا ماشید، اگر تعداد طلاق ماه اسفند رو به اون آمار 11 ماه سازمان ثبت احوال کشور اضافه کنیم، رقم 136801 به دست میاد که در مقایسه با آمار سال گذشته دقیقاً همین افزایش 8.8% رو نشون میده. بنابراین در مورد طلاق باید بگیم که آمار ارائه شده از طرف سازمان ثبت احوال کشور درسته. خب، اما جدای از این، ما همینطور که نموداری رو که الان همکارانم هم اینجا میذارن، اگر که آمار مربوط به طلاق 10 سال گذشته آماده هست میتونی بذاریم. بله، اینجا همطور که میبینید آمار طلاق در ایران در 10 سال گذشته است که این رو سازمان ثبت احوال کشور فراهم کرده، و همطور که میبینید از سال 1378 که چیزی حدود 54000 مورد طلاق بوده، سیر سعودی داشتیم تا 1388. بنابراین اگر با فرض اینکه آمار ارائه شده از 10 سال گذشته درست بوده، مجدداً باز ما نتیجه میگیریم که این افزایش 8.8% درست بوده. من این رو بگم، این تاکید تو روی اینه که معمولاً صحت آماری که منتشر میشه در ایران همیشه مورد بحث بوده که حالا درسته نیست و چه مسائلی درسته داره. اتفاقاً حالا این خیلی ارتباطی به این بحث نداره، ولی در ارتباط با آمار نوروزی محمود احمدی نژاد در ارتباط با ایجاد فرصت‌های شغلی، یه مطلبی منتشر شد به عنوان آمارهای مورد ادعای محمود احمدی نژاد آمار نیست آرزوست منتشر شد. این در واقع همینی که تو داری میگی، نشون میده که اختلاف نظرها در مورد آماری که مسئولان دولتی ارائه میکنن خیلی زیاده. در مورد طلاق هم یه نکته دیگه رو بگم که وزارت کشور در سال گذشته اعلام کرده بود که به سازمان‌ها و نهادها اعلام کرده بود که برای جلوگیری از وحشت عمومی آمارهای مربوط به افزایش طلاق رو منتشر نکنن. اما نگار، در ارتباط با آمار ها یا همون بر اساس مقاله که نوشته شده بود آرزوهایی که منتشر میشه در ارتباط با میزان در واقع درصد دخترها و پسرهای دانشجو که در دانشگاه تحصیل میکنن، درسته، و میدونیم که معمولا تاکید بر اینه که تعداد دخترهای دانشجو در دانشجو بیشتر از پسرانه، و اما آماری که اکنون منتشر کردن از برابری تعداد دختران و پسران دانشجو و حتی در مواردی هم مقدار کمی، یعنی دو تعداد دختران قدری کمتر از پسران هست. اما فاطمه آجرلو نماینده مجلس از کسانی است که آمار دختران دانشجو رو بالاتر از پسران میدونه.
اینکه الان در کشور ما 70% از ورودی های دانشگاه های ما رو خانم ها تشکیل میدن، این به عنوان یک دستاورد انقلاب اسلامی مطرحه. خب همطور که دیدین تاکید بر بالا بودن آمار دختران دانشجو نسبت به پسران بود، اما رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تعداد دختران و پسران دانشجو رو تقریبا برابر و حتی آمار دختران رو کمی پایین‌تر از پسران میدونه. مسعود هادیان دهکردی گفته بر اساس آمار جدید تعداد دختران دانشجو 49.5% و پسران 59.5% اعلام شده. سوال اینجاست، چرا چنین تناقضی در آمار مسئولان دولتی دیده میشه؟ آیا ممکنه که هر کدوم بر اساس دسته‌بندی خاصی این آمار رو اعلام میکنن یا اینکه به آمار دقیق دسترسی ندارن؟ سعید پیوندی جامعه شناس از پاریس چنین توضیحی داده. من فکر کنم احتمالاً ناشی از دو تا مسئله است. مسئله اول اینه که کلن آموزش عالی ایران 4 بخش مهم داره: دانشگاه های دولتی، دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه های آزاد و دانشگاه های پیام نور، و نسبت دختر و پسر در هر کدوم از این 4 بخش از آموزش عالی ایران بسیار متفاوت است. برای مثال مثلا دانشگاه های آزاد حدود 46% از دانشجوهاش دختران، در حالی که دانشگاه های دولتی بیش از 54.5% دختر دانشجوهاش دختر هستن. ولی اگه ما بخوایم مجموعه 3.800.000 دانشجو ایرانی رو در نظر بگیریم، آخرین آماری که در دسترس هست و درش به تفکیک جنسیت میشه آمار گرفت، حدود 52% دانشجویان ایران دختر هستن، 48% دانشجویان ایران پسر هستن. اشتباه دومی که احتمالاً توی در واقع طرح مسئله میتونه وجود داشته باشه اینه که آمار معمولاً ورودی های به دانشگاه یا پذیرفته شدگان یک سال را با آمار کل دانشجو اشتباه میگیرن. یعنی خیلی موقع وقتی گفته میشه برای مثال 60% دانشجو دختران، بیشتر به این معناست که 60% از پذیرفته شدگان سال جاری کنکور به خصوص کنکور دولتی دختر هستن. خیلی ها که این دقت لازم ها ندارن، این دوتا عدد با هم دیگه اشتباه میگیرن و در حقیقت میشه گفت که ریشه این اشتباه برمیگرده به اینی که با دقت آمار مطرح نمیشه و به خاطر همین هم ما با عددهای بسیار متفاوتی گاهی مواجه هستیم. بنابراین میشه گفت با توجه به توضیحات سعید پیوندی داد، آمار اعلام شده در ارتباط با برابر بودن تعداد دختران و پسران دانشجو یا حتی کمتر بودن تعداد دختران غلطه. غلط. بله. اما در ارتباط با سقط جنین، یک آمار دیگه‌ای که در سال گذشته در روزهای پایانی منتشر شد این بود که خبرگزاری ایسنا از صدور 1100 مجوز سقط جنین در سال خبر داده بود، در حالی که ما میدونیم که آمار سقط جنین‌های غیرقانونی در ایران بسیار بالاتر از این هاست. درسته. و آسیه جعفری دقیقا من نقل قول میکنم ازش که گفته قانون سقط جنین در ایران بسیار گسترده شده که این مسئله منجر به کاهش آمار سقط های غیر قانونی شده. اما سوال اینجاست که صدور مجوز سقط های قانونی چگونه بر کاهش سقط های غیر قانونی اثر گذاشته و آیا اساسا میتونه اثری بذاره؟ و سوال دیگه این که اکنون آمار سقط های غیر قانونی در کشور چیه؟ شیده رضایی توضیح میده. سقط قانونی شامل مواردی از حاملگی های پرخطره که خطر مرگ یا معلولیت دائم برای مادر یا جنین داره، به شرط اینکه مادر زیر 4 ماه حاملگی باشه و تا پیش از اینکه حتما رضایت پدر هم لازم بود. مواردی مثل سرطان ها، مثل بیماری های کبدی پیشرفته، کلیوی پیشرفته و شامل بسیاری از بیماری ها نبود. خیلی خوبه اگر موارد سقط قانونی اضافه شده باشه، اما مسئله اینجاست که موارد سقط قانونی الزاما کسانی نیستن که بیمار بوده باشن و به این دستبندی تعلق داشته باشن. موارد سقط قانونی عمدتا شامل حاملگی های ناخواسته است، حالا یا در چارچوب ازدواج یا در خارج از اون، و ربطی به همدیگه پیدا نمی کنه زیاد.
آمار سقط های غیر قانونی آمار رسمی که اعلام شد مربوط به 3 سال پیش دکتر محمد مهدی آخوندی رئیس پژوهشکده فناوری در واقع اون آمار اعلام کرد 80,000 نفر در سال، چیزی در حدود 200 نفر در روز. اما واقعیت اینه که همون موقع خود دکتر آخوندی هم گفتن که این بخش کوچیکی از آماره، چون که این آمارها امکان اعلام، یعنی آمارها پنهانن و شما به خوبی اگر کار تبابت کرده باشید میدونید که هر مطب پزشکی که با زنان در سر و کار حداقل روزی 1-2 نفر داره که مراجعه میکنن برای سقط، و تازه علاوه بر اینها شما به این آمار پنهان باید آمار فروش داروهای غیرقانونی در ناصر خسرو رو هم اضافه کنید. بنابراین ایجاد تسهیلات و سازوکارهای قانونی از جمله راه اندازی کلینیک های سقط جنین در کشور در کنار آموزش شیوه های پیشگیری از بارداری به گفته دکتر شیده رضایی همکارم همطور که توضیح داد از راه های کاهش سقط های غیر قانونی یا غیر ایمن خواهد بود. بنابراین مرشد با توجه به چیزی که دکتر شیده رضایی گفت میتونیم بگیم که اظهارات آسیه جعفری متخصص پزشکی قانونی در ارتباط با ارتباط سقط های قانونی مجوز اونها و غیر قانونی بله غلطه غلط. اما نگار یکی از آخرین آمارهایی که امشب بهش یه نگاهی داریم در مورد نرخ اشتغال زنان در ایران هستش. وزارت کار، سازمان کار، وزارت کار اعلام کرده بود که 13% نرخ اشتغال زنان در ایران هست. و جدای از این 13% گفتن که جمعیت فعال زنان 12.4% که البته مشهد این آمار هم مثل آمارهای دیگه جای بحث داره. حمید حمیدی پژوهشگر مسائل اقتصادی در این باره به برنامه زن امروز اینطور توضیح داده که بر اساس تعریف دولت ایران هر کس 1 ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود، که چنین تعریفی از اشتغال کامل با اسناد سازمان جهانی کار مطابقت ندارد. بنابراین ایران با تغییر در شاخصهای بین المللی به گفته منتقدان دولت نرخ بیکاری در کشور کم و نرخ اشتغال بالا نشون داده می شود. بنابراین مهشید با توجه به صحبتهای آقای حمیدی و اینکه ایشون به جای 12.4% که جمعیت فعال اعلام کردن میگن که با محاسباتی که انجام دادن 29% جمعیت فعال زنان 29%، بنابراین رقم ارائه شده هم اشکال داره و غلطه. خب اینم از آخرین آماری که امشب بررسی کردیم. ممنون از گزارش و توضیحاتت نگار. خب اما در ادامه برنامه امشب، در گذشت الیزابت تیلور بازیگر افسانه ای هالیوود و آموزش آشپزی به زنان نیازمند در فرانسه. خبرها دیدید و شنیدید که در اولین روز نوروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچون 2 سال گذشته در پیامی ویدیویی نوروز رو به ایرانیان جهان تبریک گفت. باراک اوباما نوروز رو شروعی دوباره برای مردم ایران و فصل امید و بازآفرینی نامید. امید برای ادامه مبارزات و به دست آوردن حقوق سیاسی و مدنی. در این پیام ویدیویی رئیس جمهوری آمریکا ضمن اینکه به برخی از زندانیان یا محکومین به اعدام در ایران اشاره کرد، شعری از سیمین بهبهانی رو به زبان انگلیسی خوند. سیمین بهبهانی البته در گفتگو با صدای آمریکا از حسن نیت رئیس جمهوری آمریکا نسبت به هنرش و نیز مردم ایران قدردانی کرد. سیمین بهبهانی در گفتگوی دیگر با همکارم مهتاب که در ادامه میشنوید نوروز رو به مردم ایران و به ویژه زنان ایرانی تبریک گفت و یکی از شعرهای خودش رو قرائت کرد. تبریک خدمت همه هموطنان و همه دوستان، و بعد هم آرزو دارم که زنان کشورم در سالی که نو شده است به کلی غمها رو فراموش کنند و شاد باشند و موفقیت نصیب آنها بشه و برابری با مردان را در حقوق به دست بیارند و آنچه را که کم دارند تأمین بکنند و
همچنین امیدوارم که در سال نو تمام قهرها، خشونتها، ناکامیها از میان برداشته بشه و کسانی که الان در زندان هستند آزاد بشن. به خصوص من یادآور میشوم جعفر پناهی را و یادآور میشوم خانم نسرین ستوده را که واقعا حیفه که در زندان بمانه و امیدوارم که شعری که میخوانم مورد پسند واقع بشه. این شعر را من در سال 1364 سرودم. اسم شعر هست و نگاه کن به شتر. و نگاه کن به شتر آری که چگونه ساخته شد باری، نز آب و گل که سرشتندش ز سراب و حوصله پنداری. و سراب را همه میدانی که چگونه دیده فریب آمد، و سراب هیچ نمیداند که چگونه حوصله میاری. و چگونه حوصله میاری به آتش بشن به نمکزاران، و حضور گستره را دیدن به نگاهی از سر بیزاری. و نگاه کن که نگاه اینجا زشیار شوره نشان دارد، چو خطوط خشک پس از اشکی که به گونه هات شود جاری. و به عشق وینجه توهی کردت زهران چه مایه آگاهی، و تو این توهی شده را باید ز کدام هیچ بیم باری. و در این توهی شده میبینی هیمان اشتر اتشان را که جنون برآمده با صبرش نرود به سبک باری. و جنون دو نیشه رخشان شد و جنون دو نیشه رخشان شد به صف خشونت دندانها که ز صبر کینه به بار آید، که ز کینه زخم شود کاری. و نگاه کن که به کین توزی رگ ساربان زده با دندان، ز سراب حوصله تنگ آمد. و نگاه کن به شتر آری، و نگاه کن به شتر و خبری که دیروز منتشر شد. الیزابت تایلور، ستاره مشهور سینما که دهه ها نه تنها به خاطر بازی های درخشانش در برخی از موفق ترین فیلم های هالیوود، که به خاطر جنجال های زندگی خصوصیش و همینطور اقدامات نیکوکارانه شهرت داشت، روز چهارشنبه در 79 سالگی در لس آنجلس درگذشت. الیزابت روزمن تیلور، معروف به لیز تیلور، بازیگر انگلیسی آمریکایی، روز 23 مارس 2011 بر اثر بیماری قلبی در 79 سالگی درگذشت. الیزابت تیلور با هنر و زیبایی خیره کننده خود لقب ملکه ستارگان هالیوود را به خود اختصاص داده بود. او بازمانده نسل طلایی هالیوود بود که فعالیت‌های هنریش را از خردسالی آغاز کرد و در 9 سالگی در اولین فیلم خود اینجا هر دقیقه کسی متولد می‌شود ایفای نقش کرد. بازی در فیلم مکانی در آفتاب مرحله‌ای تازه در بازیگری او بود. در فیلم قول در کنار جیمز دین و راکاتسن درخشید و قدرت بازیگریش را در دو اثر تنسی ویلیامز، گربه روی شیروانی داغ و ناگهان تابستان گذشته به تثبیت رساند. الیزابت تیلور 3 بار نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شد و 2 بار این جایزه را برای فیلم‌های باترفیلد 8 و چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد دریافت کرد. او 8 بار ازدواج کرد که 2 مرتبه آن با ریچارد برتون، عشق افسانه‌ای و پرجنجال او بود که همواره سوژه رسانه ها بود. با وجودی که 2 بار ازدواجش با ریچارد برتون به جدایی منجر شد، الیزابت او را عشق یگانه خود می داند و پس از مرگ ریچارد برتون گفته بود: من همیشه عاشق ریچارد برتون بودم، هستم و خواهم بود. او عشق واقعی زندگی من بود. الیزابت تیلور 1 بار نیز با اولین پرواز هما از آمریکا به ایران به همراه اردشیر زاهدی، سفیر وقت ایران در واشنگتن، به ایران سفر کرد. از دیگر دوستان نزدیک او مایکل جکسون، خواننده مشهور پاپ بود که 8 مراسم ازدواج الیزابت را در خانه مجلل خود برگزار کرد و همیشه او را ستایش می‌کرد.
برای من او یک ملکه است. او بهترین و شگفت‌انگیزترین زن روی زمین است. او آخرین ملکه بازیگری است. او فوق‌العاده است و من عاشق او هستم. الیزابت تیلر دچار بیماری‌های بسیار بود و چند بار تا آستانه مرگ پیش رفت. در برهه‌ای از زمان برای رهایی از درد به الکل و داروهای مسکن پناه آورد. او در سال 1991 پس از مرگ دوستش راکاتسن از بیماری ایدز، مؤسسه خیریه برای مبارزه با این بیماری تأسیس کرد و سالها درآمد خود را صرف این خیریه می کرد. I offer tonight for sale. چیزی که من امشب برای حراج گذاشتم یادگار یکی از باشکوه ترین لحظه های زندگی من است. یک انگشتر زمرد و الماس که اولین هدیه ایست که ریچارد برتون به من داد. الیزابت تیلر در سال 1987 مدال لژیون دونور فرانسه را برای فعالیت های خیرخواهانه اش دریافت کرد و در سال 2000 ملکه بریتانیا لقب دیم را به او داد. بسیاری از ستارگان همدوره الیزابت چون کاترین هیپبورن و اینگرید برگمن جوایز سینمایی بیشتر و نقدهای بهتری را به خود اختصاص دادند. اما به عقیده بسیاری از منتقدان هیچ یک از آنها نتوانستند با تصویری که الیزابت تیلر در ذهن دوستداران سینما از خود باقی گذاشته بود رقابت کنند. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. خب باز هم در آمریکا و این بار در دنیای سیاست گزارشی رو ببینید درباره سناتور کی بیلی هاچینسون، بلندپایه‌ترین زن از حزب جمهوری خواه که 4 دوره نماینده مردم تگزاس در مجلس سنای آمریکا بوده. کی بیلی هاچینسون در ابتدای سال جاری اعلام کرد که قصد نداره در انتخابات پیش روی مجلس سنای آمریکا شرکت کنه. در سال 1993 هنگامی که سناتور کی بیلی هاچینسون از ایالت تگزاس وارد مجلس سنای آمریکا شد، شمار زنان در این مجلس تنها 7 نفر بود. در آن هنگام خانم هاچینسون 49 سال داشت و نخستین زنی بود که از ایالت تگزاس به مجلس سنا راه می‌یافت. وی پیش از احراز این مقام مدتی به عنوان مدیر اجرایی یک بانک و همچنین مسئول خزانه‌داری ایالت تگزاس خدمت کرده بود. هاچینسون می‌گوید وضعیت زنان آمریکایی در حوزه سیاست نسبت به 17 سال پیش، یعنی زمانی که وی وارد مجلس سنای آمریکا شد، بسیار تغییر کرده است. در آغاز فعالیت‌های سیاسی هم باید ثابت می‌کردم که توان انجام این کارها را دارم و به اندازه کافی مصمم و نیرومند هستم. با دستیابی زنان به مقام‌های بالای اجتماعی، اعتماد عموم هم به توانایی‌های ما بیشتر می‌شود. در این زمینه پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم. سناتور هاچینسون به حمایت از آموزش جداگانه دختران و پسران، حمایت از برنامه‌های سازمان ناسا و حقوق زنان شهرت یافت. او برای خدمت در سنا در 4 دوره دیگر رأی آورد و شمار آرای وی در سال 2000 میلادی بیش از 4 میلیون بود، یعنی بالاترین شمار آرا در یک دوره واحد انتخاباتی در تاریخ ایالت تگزاس. او میگوید هرگز برای کسب آرای بیشتر به زن بودن خود اتکا نداشته، بلکه به عنوان یک آمریکایی که خواستار تغییر بوده در واشنگتن فعالیت کرده است. نباید مسئله جنسیت در خواسته های ما اثر بگذارد. باورهای شما و کارهایی که حقیقتاً می‌خواهید انجام بدهید مهم است. باید در مورد زنان هم مانند دیگران قضاوت شود، نه اینکه آنها برای مساوی بودن باید از مردان بهتر باشند. سناتور هاچینسون میگوید به برخی از دستاوردهایش از جمله تصویب اخیر یک لایحه که به مادران آمریکایی اجازه مرخصی پس از زایمان می‌دهد و همچنین داشتن حساب‌های خصوصی بازنشستگی و آینده مالی تضمین شده برای این گروه مباهات می‌کند. وی میگوید موفقیت کشورها در گرو رفتار و رویکرد آنها با مسئله زنان است. از زنانی که اکنون بر دشواری‌های متعدد چیره می‌شوند می‌خواهم برای آینده بهتر دختران و پسرانشان به این راه ادامه بدهند. در کشورهایی که در آنها زنان دارای حقوق مساوی با مردان نیستند و رفتار مناسبی با آنها نمی‌شود، موفقیت اقتصادی هم وجود نخواهد داشت و کیفیت زندگی برای نسل‌های آتی هم تضمین نخواهد شد. در سال 2009 سناتور هاچینسون نامزد انتخابات فرمانداری ایالت تگزاس شد، اما برای احراز این مقام رأی کافی نیاورد.
سناتور هاچینسون در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کند یا خیر، میگوید قصد این کار را ندارد. به نظر من زنانی در مجلس سنا هستند که توانایی های خود را به اثبات رساندند. فکر میکنم در طول زندگیم شاهد انتخاب یک زن به مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهم بود. زمانش را دقیقا نمیدانم، اما بی صبرانه منتظر چنین روزی هستم. دوره خدمت سناتور هاچینسون در سال 2012 به پایان خواهد رسید. میراث هاچینسون شمار بالای آرای کسب شده نخواهد بود. میراث حقیقی که وی از خود باقی خواهد گذاشت، باور وی به توانایی ذاتی زنان برای کسب قدرت، حفظ آن و دستیابی به اهداف عالیه برای آمریکا خواهد بود. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. و در ادامه برنامه امشب زن امروز، در بخش زنان در گوشه و کنار دنیا گزارش هایی داریم از اولین راننده زن قطار آسیایی در هند، حراج میلیون دلاری جواهرات در هنگ کنگ و هنر یک گیتار نواز کانادایی فمینیست. معرفی اولین راننده زن قطار در آسیا. همزمان با بزرگداشت روز جهانی زن در هند، از سرخ یاداو 46 ساله هندی که اولین زن راننده قطار در آسیا هست نیز قدردانی شد. یاداو که در سال 1989 به عنوان کمک راننده به راه آهن هند پیوست، از سال 2000 کارش رو با سمت راننده قطار مسافربری ادامه داد و امسال در روز جهانی زن این فرصت رو پیدا کرد تا با 22 سال تجربه کاری به عنوان راننده در قطار داکان کوین که از خطوط قدیمی و معتبر هند هست کارش رو ادامه بده. قبل از هر چیز باید روز جهانی زن رو تبریک بگم که این شانس رو به من داد تا راننده چنین قطار معتبر و با ارزشی باشم. من از این بابت خیلی خوشحالم. نام قطار داکان کوین که از سال 1930 کار خودش رو آغاز کرده، در کتاب رکورد لیمکا نیز به ثبت رسیده. حراج بزرگ جواهر در هنگ کنگ. بخش جواهرات حراجخانه ساتبی در تدارک یک حراج چندین میلیونی جواهر در هنگ کنگ. ارزش این مجموعه که شامل جواهرات، سنگ‌های گرانبها و یشم هستش، چیزی حدود 60 میلیون دلار تخمین زده شده. یکی از مهمترین طرح‌های این مجموعه گوشواره‌های شرکت هری وینستون که حدود 4.5 میلیون دلار قیمت گذاری شده. در این مجموعه چند الماس بسیار با ارزش هست که گوشواره‌های وینستون یکی از اوناست. هر کدوم از این گوشواره‌ها از دو قطعه الماس به وزن 14 قیراط ساخته شده. یکی دیگه از سری‌های با ارزش این مجموعه که از حدود 27.5 قیراط یاقوت سرخ برمه ساخته شده، 2.5 میلیون دلار قیمت داره. این حراج بزرگ جواهر روز ششم آوریل در هنگ کنگ چکش خواهد خورد. نوازندگی گیتار فلامینگو با حس فمینیستی. کارولین پلانت، نوازنده گیتار کانادایی، سعی داره تا تصویری جدید و زنانه در موسیقی فلامینگو به وجود بیاره. گیتار فلامینگو در دنیا به عنوان سازی مردانه معروف شده و نقش زنان در این موسیقی بیشتر به رقص فلامینگو اختصاص داره تا نوازندگی اون. من شروع به نوازندگی گیتار کردم چون پدرم نوازنده گیتاره. وقتی 6 ساله بودم ازش خواستم که گیتار بزنم و از همون موقع هم شروع کردم. اون جزئیات خاصی در نوازندگیش داره که کار اونو از دیگران متمایز میکنه، جزئیات ظریفی از موسیقی کلاسیک. اونطور که کارلی میگه، با این تفاوت در نحوه اجرا موسیقیش به نوعی حس رهایی و استقلال رسیده. شنیدین که میگن اگه میخوای به گرسنه‌ای کمک کنی بهش ماهی نده، ماهیگیری یادش بده.
حالا یه سرآشپز مشهور فرانسوی اومده و داره به زنای نیازمند آشپزی یاد میده تا اونها رو از فقر و بیکاری نجات بده. این زنها بعد از گذروندن یک دوره یک ساله در یکی از رستوران‌های خود این سرآشپز مشغول به کار میشن. هفته ای سه روز 15 زن نیازمند از سارسل در حومه شهر پاریس با قطار به کلاس‌های آشپزی آلندوکس آشپز سرشناس می‌آیند و در آن کلاس‌ها شرکت می‌کنند. این پروژه 15 زن در آینده نام دارد که ایده‌اش از پرزیدنت بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا الهام گرفته شده است. هدف آن ایجاد تغییر در زندگی این زنان محروم است و بالا بردن اعتماد به نفس آنها برای پیدا کردن شغلی جدید. لیندا مادر 34 ساله سه کودک از کشور الجزیره در آشپزخانه لوکس دوکس مشغول کار است. او میگوید سال گذشته حتی فکر داشتن چنین زندگی برایش دشوار بود. کلاس ها در سرسل صورت میگیرن. اگه شما هم به آشپزی علاقه دارین به این کلاس ها بیاین. شخصی به من گفت که آلندوکس رو میشناسم. منم گفتم نه و از اونجا بود که درباره این کلاس ها فهمیدم. اطلاعات درباره این کلاس ها پخش شد و لیندا جز اول کسانی بود که انتخاب شد. همه این افراد اولین نسل مهاجرانی هستند که به فرانسه نقل مکان کردند و در سارسل، جایی که به دلیل 20% میزان بیکاری بسیار ناامن است، زندگی می کنند. این زنان به مدت یک سال در کلاس های آشپزی شرکت می کنند و طرز پخت و پز غذای فرانسوی را می آموزند. اگر کلاس ها را به خوبی گذرانده و دیپلم بگیرند، بلافاصله در یکی از رستوران های دوکس استخدام شده و تنها آوردن نام دوکس برای پیدا کردن کار آنها کافی خواهد بود. دوکس دارای 27 رستوران در 8 کشور و 1400 کارمند، کتاب های آشپزی متعدد و کلاس های آشپزی است. دوکس میگوید آوردن این زنان به آشپزخانه اش محیط را تغییر داده است. شوخی نیست، کار جدیه، کاری مردونه، اما یک زن در آشپزخونه کاملا محیط رو عوض میکنه. توجه کردن به این زنان روح رو تغییر میده و نوع دوستی و انسانگرایی رو در این دنیای سخت بالا میبره. این زنان امتحانشان را روز آخر ماه می میگذرانند و به زودی خواهند فهمید که آیا میتوانند در یکی از بهترین رستوران ها کار بگیرند یا نه. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. همیشه در مورد اینکه آیا پول خوشبختی میاره یا نه بحث وجود داره. بعضیا که این روزا تعدادشون البته کم نیست، باور دارن که با پول به هر چی که میخواین میرسین. مواردی هم هست که البته ثروت نمیتونه هیچ کمکی بکنه. ولی اگه تا حالا فکر میکردین پول خوشبختی نمیاره، بهتر بیشتر فکر کنین. سوال اصلی اینجاست که چه مقدار پول میتونه شما رو خوشحال کنه. گروهی از محققین راجع به این موضوع تحقیقات گسترده‌ای کردن و به نظر میرسه که به نتایج هم رسیدن. مینا کلیفورد دختر با استعدادیه که هنر ویژه اون جوایزی رو هم براش به ارمغان آورده، اما با این اوصاف این شغل دومه اوست. در طول روز من به عنوان طراح دکوراسیون داخلی برای یک شرکت کار میکنم و همچنین در دو دانشگاه هم تدریس میکنم. اما آیا مینا خوشحاله؟ تحقیقات جدید نشون میده که هر چقدر درآمد یک فرد کمتر از 75 هزار دلار در سال باشه، میزان خوشحالی اون کمتره. من میگم کمتر از 75 هزار دلار در سال. اما این میزان درآمد مینا و بیشتر زنان رو در وضعیت دشواری قرار میده. میانگین درآمد زنها با مدرک تحصیلی لیسانس کمتر از 40 هزار دلار در ساله. اما درآمد مردها با همون سطح تحصیلی نزدیک به 60 هزار دلار در ساله. برای خیلی ها پول و ثروت برابری با قدرت و امنیته. کارشناسان بر این باورن که زنان حتی در بحران اقتصادی فعلی میتونن با برخ کشیدن پیشرفت ها و موفقیت های کاری درآمدشون رو بالا ببرن. همچنین میتونن هوشمند عمل کرده و از میزان حقوق همون سمت شغلی برای مردان آگاهی پیدا کنن. Happy in general is a feeling and I don't know. در کل خوشحالی یک احساسه و گمان نمی‌کنم بشه برای خوشحالی بهایی گذاشت. اما مینا برای طرز برخورد اهمیت ویژه‌ای قائله و دوست نداره دوچار روزمرگی بشه. Doing what I love, my craft and my art. کاری که دوست دارم و عاشقشم رو انجام میدم و این منو خوشحال می‌کنه. بنابراین از اینکه به خاطرش بهم پول هم پرداخت بشه خوشحال میشم.
خب و اما بخش پزشکی برنامه امشب، سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا FDA بعد از 50 سال نخستین داروی تایید شده توسط این مرکز برای درمان بیماری لوپوس رو روانه بازار کرد. لوپوس یک بیماری سیستم ایمنیه و این داروی جدید با تکیه بر شناخت عملکرد ژن‌ها در این بیماری ساخته شده. اوا گاسکین و همسرش 17 سال است که ازدواج کردند. 4 سال پیش اوا به طور ناگهانی دچار روانپریشی شد. همسرش را نمی شناخت و معتقد بود که او قاتل خانواده پدریش است. پزشکان علائم وی را به التهاب مغزی ناشی از بیماری لوپوس نسبت دادند. من اضطراب داشتم، فراموشی داشتم و خلاصه حالم خراب بود و نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده. ترسیده بودم. تا درمان که شروع شد به تدریج این علائم فروکش کرد. لوپوس یک بیماری سیستمیک و بالقوه مرگبار است و زمانی که آغاز می شود سیستم ایمنی فرد قادر به افتراق سلول خودی و بیگانه نیست، در حالی که علی‌القاعده فقط می بایست میکروب، ویروس یا جسم خارجی را از بین ببرد، بافت مغز، قلب، ریه و کلیه خود فرد را از بین می برد. تا پیش از این دارو درمان لوپوس علامتی بود و بسته به اینکه چه اندامی گرفتار بیماری شود، ترکیبی از داروهای مختلف شامل مسکنها، استروئید و داروهای ضد مالاریا به بیمار تجویز می شد. اما نهایتاً پس از 50 سال FDA بن لیستا نخستین داروی مورد تایید خود را برای درمان این بیماری روانه بازار کرد. خیلی هیجان انگیزه که بالاخره داروی برای درمان لوپوس شناخته شده. ما تا حالا با داروهای درمان می شدیم که در اصل برای درمان بیماری های دیگه بودن. بن لیستا نشانگر یک پیشرفت برجسته دیگر نیز هست و آن علم شناخت عملکرد ژن‌های انسانی است. بن لیستا نخستین دارویی است که بر اساس نقشه پروتئین‌های حامل ژنی ساخته شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. بری لوینجر، قائم مقام مؤسسه علمی پژوهشی سازنده بن لیستا، میگوید آنها از دستیابی به چنین موفقیتی احساس غرور میکنند. بن لیستا بخش سیستم ایمنی را که دچار بیش فعالی شده بلوکه میکنه. بیماری های سیستم ایمنی بیشتر در زنان و رنگین پوستان پدید میاد و آنها بیش از همه از این دارو منفعت میبرند. لوپوس در زنان 9 بار شایع تر است و در آمریکا در میان سیاه پوستان و لاتینی تبارها بسیار بیشتر دیده می شود. البته به گفته سازندگان این دارو بن لیستا معجزه نمی کند و بر تمام بیماران اثر یکسانی ندارد. این یک قدم بسیار بزرگ و رو به جلوست و هنوز ظرفیت پژوهشی بسیاری باقی است و امیدواریم که قدم های سریع مؤثرتری در آینده برداشته شود. لبینجر میگوید به زودی یک کارآزمایی بالینی بر سیاه‌پوستان آمریکایی آغاز خواهد شد. بیماران مبتلا به لوپوس که در حال حاضر با داروهای قبلی تحت کنترلند، در صورت عود مجدد بیماری می توانند با مصرف بن لیستا به طور مؤثرتری درمان شوند. بله، همراه هستیم با دکتر شیده رضایی در استودیو. شیده، در گزارشی که درست کرده بودیم ما بیشتر درباره درمان این بیماری دیدیم و شنیدیم، حالا بیشتر در مورد خود این بیماری توضیح بده. اما چون که اشاره کردی یک بیماری سیستم ایمنیه که خصوصا در زنهای جوان 10 برابر مردها مشاهده میشه و کلمه لوپوس هم اساسا از کلمه لاتینی گرگ اومده، چون بیشترین علامت شایع این بیماری روی راش پروانه که رو صورت زده میشه، لکه قرمز رنگ که شبیه جای باز گرفته یه گرگ. خب اما علائمش چیه؟ یکیش حالا این که میگه در پوست ظاهر میشه. علائم نوع منتشر لوپوس در واقع خستگی، تب، علائم در واقع زخمای جلدی مخاطی، همین راش پروانه یا لکه پروانه شکل رو صورتی که گفتم، ریزش مو، تنگ نفس، افسردگی، اضطراب و کاهش حافظه، همونجور که تو گزارشم بهش اشاره شده بود. ولی همه این حالت رو روی پوستشون نمیگیرن، همه مبتلاها به این بیماری نه؟ هیچ کدوم از علائمش رو همه نمیگیرن. این یه نوع انواع مختلف داره لوپوس. یکی از انواعش نوع پوستیه که این راش پروانه رو صورتشون میگیرن. ولی یه نوع لوپوس داریم که البته دیده میشه بر اثر واکنش و واکنش به داروها. که اون هم شایع، نسبتاً شایع. فقط خوبیش اینه که تا دارو قطع بشه اون لوپوس هم از بین میره. داروهای ضد سل، ضد سر، ضد فشارخون، بعضی‌هاشون این واکنش‌ها رو در فرد ایجاد می‌کنن.
اوکی. یه نوع دیگه هم داره که نوزادیه و اصلا خیلی کم شایع نیست. نوزادیه یعنی به صورت ژنتیکیه، جنین با اون بیماری به دنیا میاد، ژنتیکی نیست، ولی جنین در دوره جنینی بیماری رو گرفته. خب حالا چرا اصلا اصولا چرا آدما به این بیماری مبتلا میشن؟ کل بیماریهای سیستم ایمنی در واقع در اثر یک اشتباه سیستم ایمنی به وجود میاد. یعنی سیستم ایمنی بدن موظف در مقابل عوامل خارجی مثل میکروب، ویروس یا هر عامل ماده سمی واکنش نشون بده، اما در این بیماری لوپوس یا هر بیماری دیگری سیستم ایمنی جسم خارجی رو، سلول خودی رو با جسم خارجی اشتباه میگیره و علیه مثلا سلول قلب، کلیه، ریه واکنش نشون میده و اون رو بین میبره. خب باید خیلی مواظب باشه این سیستم ایمنی، خیلی کار بدی میکنه از این اشتباه ها میکنه. اما شیده در مورد حالا زنانی که باردار هستن، وقتی دچار این بیماری میشن آیا تأثیری میذاره روی بچهشون، روی خودشون؟ اصولاً بارداری، سوال خیلی خوبی کردی، اصولاً بارداری بیماری رو شعله ور میکنه و به همین، البته در حال حاضر خب بیماری لوپوس خیلی بهتر از قبل کنترل میشه و زنانی که مبتلا به لوپوس هستن خیلی هاشون باردار میشن و حاملگی رو به سلامتی به پایان میبرن، ولی دو تا شرط مهم داره. یکی اینکه لوپوس 6 ماه قبل از بارداری حداقل تو دوره خاموشی رفته باشه، نباید دیگه لوپوس فعال باشه، به کلیه نرسیده باشه بیماری لوپوس که زن بتونه باردار بشه، و در صورتی که این شرایط نباشه ممکنه بارداری زایمان با مخاطره مواجه بشه و خطر ممکن. یعنی مثلا اگه کسانی این علائمو دارن اصلا نباید باردار بشن، درسته؟ آره، یعنی حتما باید قبلش با متخصص زنان و روماتولوژیستی که تحت نظرشن مشاوره کنن و بهشون اجازه بده که باردار بشن و وگرنه خطرناک. حالا چه خطراتی داره؟ خطرش اینه که میتونه فشار خون رو بالا ببره، میتونه فشار خون مادر رو تا جایی ببره که خطر مرگ داشته باشه، میتونه کار به تشنج بکشه، میتونه کار به فلجی بکشه، میتونه اصلا زایمان زودرس و مرگ جنینی و سقط جنین بده، میتونه آمبولی ریه بده و اون خودش خطر مرگ داره، یعنی لخته بره تو ریه، میتونه لخته تو ساق پا بده و اندام شخص از یعنی پای طرف در اثر لخته قطع، رسیدن لخته به مناطق بالاتر قطع بشه و این کلا خطرای حاملگی خیلی زیاده در لوپوس. حالا شیده گفتی که به هر حال تغییرات هورمونی و اینها خیلی تاثیر میذاره روی این بیماری، حالا کسانی رو که میخوان این مبتلا هستن به این بیماری و میخوان جلوگیری بکنن از بارداری، خب قاعدتا اون روشهایی که از روشهای جلوگیری از بارداری همون روشهای هورمونیه دیگه، چیکار باید کرد؟ بیماران لوپوسی معمولا نباید قرص بخورن و حتما بهتره که با پزشک متخصص زنان مشورت کنن و معمولا کاندوم باید استفاده کنن. یعنی فقط تنها راهش میتونه اون باشه، بهترین راهش. خب شیده اگه در مورد این بیماری حرف دیگه ای داریم بزنیم، که یه مورد دیگه هم هست که امشب میخوایم دربارش صحبت بکنیم. خب اما روز اول نوروز، اول بهار، علاوه بر این که خب برای ما ایرانی ها و برخی دیگه نوروز بود، روز جهانی در واقع بیماری سندروم داون یا همون بیماری که ما تو ایران میگفتیم مونگولیسم، یا همینه نمیدونم همونه یا نه، همون بیماریه، ولی در حال حاضر دیگه اونو به این نام نمیذارن چون که معتقدن به هر صورت یه جوری به یه نژادی مرتبط شده، اصلا ربطی به نژاد مونگول یعنی نژاد مغول نداره این بیماری. این بیماری یک بیماری کروموزومیه در اثر در واقع اختلالی در کروموزوم 21 که به جای دو تا تمام کروموزوم ها یک جفت یا دو تان، در این بیماری میشه سه تا کروموزوم 21 و این روزی هم که نامگذاری کردن روز جهانی سندروم دان دقیقاً به همین برمیگرده. یعنی همون عدد 21. دقیقاً، چون 21 ماه مارچ، مارچ سومین ماه ساله و 21 این ماه. چه مناسبتی، چقدر جالب بود شیده این که گفتی. دقیقاً، و به همین خاطر هستش که میخوان فقط از مردم که پشتیبانی بین المللی و ملی بکنن از این بیماران و اجازه بدن که زندگی بهتری بکنن، چون اینا میتونن به راحتی عمر کنن. از اوایل قرن 20 10 سال عمر می‌کردن، الان 50 سال عمر میکنن، میتونن دانشگاه برن. حتی یک هنرپیشه اسپانیایی سال 2009 جایزه سان سباستیان رو برده بخاطر من نمیدونم که آموزشی میتونن خیلی پیشرفت بکنن. وقتمون به پایان رسیده شیده، ممنونم از توضیحاتی که امشب دادی در برنامه. خواهش میکنم. بله،
تشکر میکنم از اینکه در برنامه امشب هم ما رو همراهی کردید. با ما در ارتباط باشید با ایمیل زن امروز، زن امروز @voanews.com، همینطور در فیسبوک با صفحه زن امروز در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.